در چند هفته گذشته اتفاقات دلخراش غرق شدن چند کودک در روستاهای بلوچستان ایران در گودالهایی که برای آوردن آب به آنجا رفته بودند نظرها را به طرف وضعیت مردم در آن نقطه ایران و فقر و فلاکتی که گریبانگیر مردم آنجاست جلب شد ولی فعالان سیاسی و اجتماعی بلوچ میگویند سالهاست که توجه به وضعیت مردم بلوچ در همون انعکاس کوتاه مدت رسانهای متوقف میشود و آن هم چند روز بعد از یادها میرود اونچه ادامه مییابد غرق شدن یا تومه تمساه شدن کودکان و فقر و بیچارگی مردم است یکی از این فعالان بلوچ که سالهای زیادی است تلاش کند توجه ایرانیان و جهانیان را به وضعیت مردم در بلوچستان ایران جلب کند دکتر عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن است آقای دوشوکی که فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود را در خصوص مسائل بلوچستان از دوران دانشجویی در سالهای قبل از انقلاب ایران آغاز کرد بعد از انقلاب با تعطیل شدن دانشگاه ها و اخراج از شغل معلمی مثل بسیاری دیگر به خارج گریخت و در لندن مقیم شد او در کنار شغل پزشکی در عرصه سیاسی به خصوص در حوزه مسائل مردم بلوچ بسیار فعال است عبدالستار دوشوکی مهمان من در این برنامه به عبارت دیگر است دکتر عبدالستار دوشوکی به برنامه ببرادر دیگر خوش آمدید. با تشکر از شما و بی بی سی. آقای دوشوکی، اتفاقاتی مثل مرگ اخیر کودکان در بلوچستان که در آب گودال در واقع خفه شدن تا چه حد میتونه مشت نمونه خروار وضعیت در داخل بلوچستان ایران باشه؟ بله متاسفانه وقایع اخیر نشون داده که اینها همیشه ادامه داشته ولی در این طی روزها و هفته های اخیر بیشتر شده که تعداد زیادی کودک که برای آوردن آب آشامیدنی به کنار این گودالچه ها رفته بودند متاسفانه داخل این گودالچه ها افتادند و جان دادند و این نشون میده که جمهوری اسلامی حتی حاضر نیست حوزچه های کوچکی رو یا مخازن کوچکی رو در کنار اون هوتگاه با پمپاش و مسائل بهداشتی برای مردم اون منطقه درست کنه نقطه مهم دیگر هم که در پشت سدهای بزرگ استان سیستان و بلوچستان مثل سد پیشین سد زیردان و غیره آب هست اما این آب رو رها نمیکنن آب احتکار شده و داره تبخیر میشه و همه اینا رو جمع کنیم یعنی یک فقط یک شمه کوتاهی هست از کلیت نگاه نظام به مردم سیستان و بلوچستان که اونها رو غیر خودی میدونه و فقر رو همینجوری به عنوان یک ابزار برای اون مردم استفاده میکنه بسیار خوب حالا به مسائل دیگه استان سیستان و بلوچستان میپردازیم ولی وقتی شما و بسیاری شما از مثل شما از بی‌عدالتی و تبعیض نسبت به مردم بلوچستان صحبت میکنند به غیر از حالا مسائل آب و اینا چه جور تبعیضی یعنی در چه هایی محرومیت هست در بلوچستان ببینید اگر برگردیم به سخنان آقای یونسی که در دوره پیش مشاور آقای رئیس جمهور بود آقای یونسی گفت واقعیت اینه که کلیت نظام به مردم اهل سنت و به خصوص به بلوچا که هم از نظر قومیت بلوچ هستن هم از نظر زبانی هم از نظر مذهبی به عنوان غیر خودی نگاه میکنند و این نگاه غیر خودی و رفتار غیر خودی و رفتار تبعیض آمیز رو مردم سیستان و بلوچستان مثل بسیاری از مردم های مثلا کردستان خوزستان جای دیگه ولی مشخصا بحث ما در مورد بلوچستان هست حس میکنن شما در نظر بگیرید پروژه های بزرگی در چابهار آغاز شده مثل پروژه پتروشیمی پروژه راهن مردم در اونجا بیکار هستند نیمی از کارگران این پروژه ها غیر بومی هستند که جمهوری اسلامی اونها رو با مشوقه های زیاد تشویق میکنه بیان و این شغل رو به اونها میده و در مورد مشارکت هم در مدیریت به اصطلاح استان یا حتی مدیریت شهرستان ها ما میبینیم که متاسفانه این نگاه وجود داره و مردم هیچ گونه مشارکت حداقل هست ولی واقعیت اینه که این نگاه تبعیض به خاطر قومیت به خاطر مذهب هر دوی این عامل رو به علاوه عوامل دیگری کنار هم جمع بکنیم باعث میشه که جمهوری اسلامی این گونه رفتار کنه آه. حالا شما اشاره به چابهار کردید همونطور که گفتین سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که 21 عملیات 21 پروژه در استان به سر عملیات تاسیسات بندری و دریایی در جریانه قاعدتا بایستی این یک فرجی باشه از نقطه نظر اشتغال از نقطه نظر بهبود وضعیت مردم در اونجا ولی شما چند وقت پیش در یک مطلبی نوشتید که 15 هزار روز پیش زادگاه من چابهار نه شهر پروژه بود و نه شهر افسانه ها و نه لقب پرتمتراق تنها بندر آقیونوسی کشور را به یدک میکشید شهر کوچیکی بود با آدم های بزرگ برعکس این روزها که شهر بزرگی است مملو از آدمهای کوچک خب چرا فکر میکنید که این پروژه ها نمیتونه واقعا کمک باشه به منطقه من به صورت مشخص صحبت کنم در چابهار دو نوع پروژه وجود داره یکی پروژه بندر شهید بهشتی هست که بر طبق گفته استاندار حدود یک میلیارد دلار یعنی چیزی بیش از 23 یا 4 هزار میلیارد تومان خرج شده این ای هست که عمدتا ترانزیتی است یعنی کالاهای هندی میاد به بندر چابهار از بندر چابهار اینا رو بار کامیون ها میکنن میبرن به مرز میلک و میبرند افغانستان هیچ گونه سودی برای اقتصاد بومی اون منطقه نداره از مدیر کل گرفته و اکثریت کارمندان بندر بهشتی غیر بومی هستند در نتیجه فقط ضررش برای مردم هست یعنی همه چیز در چابهار گرون شده پروژه دیگه پروژه منطقه آزاد هست مثل پروژه های پتروشیمی و راهن و غیره اینا هم شما اگه تمام شرکت هایی رو که در منطقه آزاد اومدن سرمایه گذاری کردن من سالها در این مورد نوشتم مثلا یازده شرکت از شرکت خانواده نعمت نعمتزاده وزیر پیشین هست و همون گونه که گفتم نیمی از کارمندان این پروژه ها از خارج اومدن از میخوام از خارج از استان سیستان و بلوچستان اومدن در نتیجه این پروژه های بزرگ که در چابهار وجود داره محرومیت زا هستن محرومیت زدایی نمی کنن و یعنی هیچ ربطی به اقتصاد بومی ندارند. مثلا به عنوان مثال مردم دشتری در دور اطراف چابهار به خاطر خوشسالی ناچار شدن بیان الان چابهار از نظر درصد جمعیتی بزرگترین شهر هاشینشین کشور یعنی بیش از پنجاه درصد مردم چابهار هاشینشین هستند و گرانی هم در اونجا قیمت زمین قیمت کالاها بیداد میکنه این در حد تهران هست خب اینا نشون میده که این پروژه هایی که در اونجا در اجرا میشه برای مردم واقعا نیست و به ضرر اقتصاد بومی اون مردم هست آها. حالا شما پیشتر اشاره کردید به این که حال دولت مرکزی مردم بلوچستان رو خودی نمیدونه آیا این صرفا به دلیل اختلافات مذهبیه به دلیل اینکه اینها سنی هستند این تبعیض روا میشه یا مثلا شما نمونه هایی دارید که مثلا پس کن برخورد دولت مرکزی نسبت به مردم شیعه متفاوت باشه این نگاهی که نگاهی که جمهوری اسلامی مردم سیستان و بلوچستان داره خب طبیعتاً تحصیل پذیر از مذهب هست چون ما یک حکومت به قاید افراطی مذهبی در ایران بر سر کار داریم ولی واقعیت اینه که فقط همه چیز رو از دیدگاه یا دریچه مذهب نمیشه توجیه کرد به خاطر اینکه در بعضی از مناطق استان سیستان و بلوچستان مثل دلگان ما بلوچای شیعه هم داریم اینا بلوچ هستند اونا هم محروم هستند ولی در کل اونچه که جمهوری اسلامی متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان کرده اینه که از هموندان گرامی و عزیز سیستانی ما که عمدتا حدود 60 درصدشون شیعه هستن از اونها در ادارات و در بسیاری از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و دولتی و حکومتی استفاده کرده و این نوعی تعارض بین بلوچ و سیستانی رو خود حکومت اسلامی به خاطر این تبعیزات و برتری گزینی برادران سیستانی و علیه بلوچا داره ترویج میکنه که متاسفانه از نظر امنیت دراز مدت برای خود و استان برای خود و اون منطقه هم ضرر داره آها ولی قبول دارید جناب دوشوکی که تعصبات افراطی مذهبی خیلی زیاد شده در بلوچستان و حرکت هایی هست که در قاموس بین المللی در واقع به عنوان تروریسم خونده میشه و این اتفاقات کم نیفتاده در استان سیستان و بلوچستان و به خصوص در بلوچستان ببینید در گذشته جند بود جیش العدل بود عمدتا این دو گروه که جیش العدل هم ادامه دهنده راه جند بود من در همین بی بی سی در بسیاری از رسانه ها همیشه انتقاد کردم و اصولا خشونت و تروریسم رو محکوم کردم و چون خشونت و تروریسم در بلوچستان اون چی که ما میبینیم امروز ره به جایی نبرده بلکه وضع رو بدتر کرده در و من فکر میکنم اکثر مردم استان سیستان و بلوچستان هم واقعا با خشونت و تروریسم مخالف هستن به خاطر اینکه ره به جایی نبرده و نمیبره و وضع رو امنیتی تر میکنه بدتر میکنه اما در عین حال این رو هم باید در نظر داشته باشیم که مردم سیستان و بلوچستان به امید روزهای بهتر خیلی مشارکت داشتن به عنوان مثال در انتخابات بیشترین رای رو آقای روحانی هم در دور اول هم در دور دوم در استانهای سنی نشین و بخصوص سیستان و بلوچستان آوردن 70 80 درصد مردم رای دادن به امید اینکه وضع بهتر شده که بهتر نشده هیچ بدتر هم شده و حتی خود نماینده اصولگرای زاهدان هم گفته بود که اصولاً حاکمیت از سیستان و بلوچستان به عنوان قلک رعی داره استفاده میکنه خب از این مردم سو استفاده میکنن وجب و با توجه به اون ظلم و ستمی که وجود داره خب طبیعتا یه عده هستن که با من موافق نیستن بلوچا اونها معتقدن که بله راه دیگری نیست جز این که صدا رو با از طریق لوله تفنگ برسونیم که من همیشه مخالفت کردم ولی وقتی صدای مردم رسانده نمیشه خب طبیعتا این گروه رشد پیدا میکنن این فقط مختص جامعه سیستان و بلوچستان نیست در همه جا هست چقدر فکر میکنین که با رشد این جریانات افراطی در بلوچستان این موضوع رقابت های منطقه ای و به خصوص بین عربستان سعودی و ایران یه طوری باستاب داره در این گونه مسائل این مسئله عربستان سعودی بقید من یه مقداری پیچیده است مثلا شما در نظر بگیرید در ایالت بلوچستان پاکستان عربستان در کنار دولت پاکستان قرار داره و بلوچا در اونجا دارن سرکوب میشن اما در, در رابطه با استان سیستان و بلوچستان بازم پیچیده است به این صورت که برخی از علمای سیستان و بلوچستان در به اصطلاح جبهه واقعا ترکیه و قطر و اینا فکر میکنن یه عده در جبهه مثلا امارات و عربستان فکر میکنند و مشکل اساسی هم که ما در استان سیستان و بلوچستان داریم اینه که جمهوری اسلامی در کوتاه مدت میتونه با زور با زور سرنیزه و, و امنیتی مردم رو ساکت نگه میداره ولی اینها مثلا از طریق تلویزیون های تکفیری واقعا که من به اونا میگم که هستن حالا اسم نمیگیرم لازم نیست ولی اینها بله متاسفانه جو رو رادیکال تر میکنن هم بر علیه شیعه در صورتی که ما بلوچ های شیعه هم داریم و از دیدگاه یک انسان دموکراتیک و آزاد شیعه و سنی نباید فرقی داشته بودیم این مز... مذهبی رو جمهوری اسلامی آورده ولی فکر میکنید که آقای دوشوکی میزان نفوذ این جریانات متعصب مذهبی در بلوچستان چقدر یعنی چقدر مردم از اینا حمایت میکنن تحقیق کاملا به اصطلاح علمی نشده که من دقیق بگم چه اندازه است ولی با توجه به اینکه همه نیروها به خصوص نیروهای سکولار نیروهای دانشگاهی نیروهایی که نمیخوان تضاد اولیه رو تضاد مذهب بدونن اینها سرکوب شدن در جمهوری اسلامی این جمهوری اسلامی الان مثلا در عرض چند هفته گذشته آیت الله مهامی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان حکم حکومتی برای تعیین امام جمعه های اهل سنت در شهرستان های مختلف صادر کرده در صورتی که این تابعال حال سابقه نداشته اهل سنت توسط نماینده ولی فقیه که یک شیعه هست تعیین نمیشن چون این از نظر شرعی با هم دیگه اختلاف ده. ولی اونها قبول کردن که مثلا همسویی بکنن با جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی به برخی از نیرو به مثلا به عنوان مثال ما نه عبدالحمید همیشه اعتراض کرده نسبت به ظلم و تبعیض ولی ایشون جزو اون اقلیت هست برخ زیادی از علما ناچارن به خاطر امرار معاش این حکم حکومتی دولت رو قبول کنند و به عنوان امام جمعه منتصب بشن توسط یک مرجع شیعه که اصلا در شهر اهل سنت قابل قبول نیست ولی به با توجه به این قضیه که در اونجا هست و با توجه به اینکه علما فقط اجازه صحبت دارن مردم رفتن پشت سر علما از مذهب و دین به عنوان یک سپر استفاده میکنن در نتیجه در دراز مدت بقیده من برای دموکراسی برای سکولاریسم برای جدایی دین از حکومت و اینکه بلوچستان به وارد دنیای به اسلام مدرنیته بشه این خطرآمیز هست ولی نکته جمله آخرم اینه که در بلوچستان هستند حتی هنرپیشه ها هنرمند زنان بلوچ هستند که در فضای مجازی بسیار فعال هستند و طرفدارانی دارن یعنی درسته که اونها صدای مذهبی خیلی برجسته است به خاطر اینکه حکومت به اونا پلتفرم میده میکروفون میده ولی بقیده من در بلوچستان بخش بسیار وسیعی از نسل جوان کسایی هستند که نمیخوان از دیدگاه مذهب وارد مسائل بشن بلکه میخوان از دیدگاه مدرنیته و دموکراسی بشن حالا آیا سازمان های سیاسی و مدنی در بلوچستان حالا هرچند ممکن اجازه رسمی و علنیه فعالیت نداشته باشن ولی وجود دارن اصولا متاسفانه نه بعضی از گروه های به اصطلاح بحثی بود در گذشته بعضی از گروه های ادبیات و شعرخانی و اینا هم هست ولی اصولا به هیچ کس از افراد فعال داخل استان سیستان و بلوچستان اجازه فعالیت سیاسی نمیدن تنها گروهی که اجازه فعالیت سیاسی داره گروه های مذهبی هستند و این شدیدا دریق آور هست البته خب جمهوری اسلامی این رو هم باید بگیم درسته که جمهوری اسلامی یه مقداری تضاد داره با علمای اهل سنت از نظر شرعی ولی در کلیت خودش یک نظام مذهبی است و ترجیح میده که با مذهبی های سنی همکاری کنه تا با سکولارا یا اونهایی که اصلا با کلیت نظام مخالف هستند حالا وقتی که این اتفاقات شبیه همین مرگ کودکان در این گودالها اتفاقات شب این میفته و در رسانه ها منعکس میشه و بسیاری صداشون رو بلند میکنن از جمله نماینده های استان سیستان و بلوچستان در مجلس ایران این مسئله رو مطرح میکنن فکر میکنین به گوش مسئولان جمهوری اسلامی ایران میره متاسفانه این من اینو از به نقل از نماینده چابهار بگم که اخیرا گفته بود گفته گوش اگر گوش و تو ناله اگر نانه ماست آنچه که به جایی نرسد فریاد است و این داستان پر آب چشم داستان بلوچستان هست با مسئولین جمهوری اسلامی یک مشکل اساسی هست بدین من برگردم در مورد همین ها به ووتک و اینها یک نقل قولی از, از تجربه های خودم بکنم در سال 56 یک سال قبل از انقلاب من از یک افرادی که یکی از اشخاصی که در چابهار دکه داشت از منطقه دشتری خواستم که یک بطری آب این هوتک غیر بهداشتی رو بیاره بردم پیش فرماندار از آقای فرماندار خواستم که شما این آب هوتک رو میتونید بخورید که ایشون هوته هم که در های... زبان محلی میگن هوتک فرماندار گفت من این امکان نداره ولی من رسیدگی میکنم این زمانی بود که در دوران رژیم گذشته هم هزینه های زیادی برای نیروگاه ارز بخوام پایگاه اوایی کنارک پایگاه دریایی و پایگاه زمینی کنارک می شد که در 25 کیلومتر غرب چابهار هست این مشکل همیشه متاسفانه وجود داشته در جمهوری اسلامی مشکل بدتر شده یعنی دردآور برای بلوچا حالا من از طرف بلوچا میتونم این رو بگم که چون این جمهوری اسلامی میلیاردها در عرض این سالا میلیاردها دلار خرج مثلا شیعان لبنان کرده خرج هشت و شعبی در عراق کرده در یمن کرده در سوریه این همه خرج کرده ولی حاضر نیست مثلا یک مخزن سیمانی یا 50 تا مخزن سیمانی که هر کدوم از اینا فکر کنم دو سه هزار دلار بیشتر خرج نداره یعنی شست هشتاد میلیون تومن اینها رو با چند تا لوله شیر بهش وصل کنن آب هوتک رو پمپاژ کنن از نظر بهداشتی هم یک رایت هایی رو بکنن تصفیه بکنن یا موادی توش بریزن و مردم بیان این بچه ها بیان از این, شیر آب آب وردارن ببرند خونه چرا این کار رو نمی جمهوری اسلامی که ادعا میکنه شب و روز داره موشک های پرحزینه می سازه از نظر دفاعی در پروژه های عظیم اجرا میکنه در جاهای ایران چرا در استان سیستان و بلوچستان حاضر نیست که بیاد این مخزن های سیمانی کوچک رو بسازه که این بچه ها نمیرن واقعا من چرا فکر میکنی؟ چرا نمیکنه؟ برای اینکه اینا هزینه زیادی و همطور شما گفتیم برش نداره حتی سازمان های خیریه دنیا الان همین کارا رو در بسیاری از کشورهای فقیر در دنیا میکنن یعنی با اعانه ای که از مردم جمع میکنن میرن و همین جاهایی برای آب سالمتر درست میکنه برای مردم چرا جمهوری اسلامی فکر نمیکنه همون که جناب فرمودید هر موقع یک اتفاقی در سیستان و بلوچستان بیفته مخصوصا اتفاق خیلی حادثی مثل مثلا سیلاب که اومده بود در سال گذشته همه مقامات از رئیس جمهور گرفته تا وزیر از رئیس مجلس گرفته تا غیره رفتن استان سیستان و بلوچستان و اشک تمساح ریختن در کنار شایی که تمساح داره یا گاندو بهش میگن برگشتن گفتن دیگه ما به بلوچستان رسیدگی خواهد شد فراموش شد بعد از دو سه هفته یعنی هر بار شما فرمودید که پروژه در استان سیستان و بلوچستان شه استان سیستان و بلوچستان استان پروژه هاست من اسمش میذارم استان کلنگ و ریبان این, این،, این نوارها رو میذارن یه نفر هر موقع هم کسی که از تهران میاد حتما باید براش یه جایی رو درست کنن یک دایره سفید درست میکنن با یه کلنگی عکس میذارن کلنگ یعنی من فکر کنم در عرض این چهل سال گذشته در استان سیستان بلوچستان حداقل نیم میلیون پروژه کلنگ, زنی شده اینها متاسفانه واقعا به حدی رسیده که آدم میگه میتونه بگه که مزهکه و خند، نمیگم خنده آوره واقعا گریه آوره برای مردم سیستان و بلوچستان چون ما میبینیم که اولا اون پروژه هایی که شده به نفع مردم نبوده مثل بندر بهشتی مثل منطقه آزاد و پتروشیمی و راهن ولی پروژه هایی که مردم لازم دارن مثل مدرسه بیمارستان کلینیک پروژه آب لوله کشی و غیره شما در نظر بگیرید الان جمهوری اسلامی داره هزاران میلیارد تومان خرج میکنه که آب چابهار رو دریای عمان رو از چابهار به خراسان جنوبی و خراسان رضوی ببره در صورتی که همون لب آب مردم تشنه لب هستن جمهوری در چابهار یک مایه فرودگاه داریم که در همون پایگاه هوایی کنارک هست چلو هفت ساله که تا اونجایی که من میدونم داره کار میکنه عملی هست ولی خود چون منطقه آزاد میخواد فرودگاه خودش رو داشته باشه که خیلی خوبه ولی باید ارجعیت و اولویت مشخص بشه یعنی فرودگاه دوم ارجعیت داره یا آب برای اون 1400 روستا در منطقه دشتیاری یا کلینیک یا مسکن یا کار در نتیجه برای جمهوری اسلامی ارجعیت و اولویت مردم اون منطقه نیستن و من خیلی عزم میخوام اینو بگم 42 سال ثابت کرده که جمهوری اسلامی متاسفانه با مردم اون منطقه دشمنی داره یا وگرنه یک بار آدم سهلنگاری میکنه دو بار نشد سه بار نشد چهار بار میگیم خب امکانات نیست اینا نیست ولی در همون منطقه چابهار هزاران میلیارد تومان در پروژه های مختلف دارن خرج میکنن اما حاضر نیستن یک مخزن سیمانی مثلا پنج متری رو در کنال این گودالچه های هوتگا بسازن خب مگه نگیم این دشمنی مستقیم با مردم بلوچه چی اسمشو بزنیم چون من نمیخوام به صورت رادیکال و تند حرف بزنم ولی واقعیت اینه یعنی که 42 سال جمهوری اسلامی ثابت کرده که اصلا جانش برای این مردم برای این بچه ها برای این کودکان ارزشی نداره مثل شما آقای دوشوکی در سال 57 از انقلاب حمایت کردید ولی بعد از اینکه دانشگاه ها دانشجو بودید اون موقع دانشگاه تعطیل شد شما برگشتید به چابهار و اونجا نقش مهمی در برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه حکومت تازه تأسیس شده کردید یعنی اون زمان در واقع مردم بلوچستان چی میخواستند که حکومت جدید مستقر شده بهشون نمیداد ببینید خب قبل از انقلاب همون گونی که من گفتم این مشکلات رو ما در استان سیستان و بلوچستان داشتیم طبیعتا من که از دور افتاده این شهر کشور نیچابهار که شهر کوچیکی بود اون زمان اومده بودم محرومیت های زیادی در اونجا وجود داشت بخصوص در روستا که الان هم وجود داره و در بعضی جهات بدتر هم شده خب طبیعتا مخالف بودیم ما امیدوار بودیم که یک رژیمی بیاد که اولا دیکتاتوری نباشه در سراسر ایران دموکراسی و مشارکت مردمی به صورت معنادار باشه خب طبیعتا در اون دوران همه دانشجوها اکثریت دانشجوها مخالف استبداد بودند ولی خب یه دوران دیگه ای بود بحث جداست اما بعد از انقلاب وقتی به آیت الله خمینی به قدرت رسید از همون روز اول برای من و دوستان من مشخص شد از همون روز اول که این رژیم اون چیزی نیست که ما میخواستیم سر همه ما کلاه رفت به همین دلیل ما در, چاب... ما در چابهار تظاهرات را انداختیم و گفتیم دیکتاتوری محکوم است چه با نام شانشایی چه با نام اسلامی و اصولا اون چیزی رو که ما در اون زمان میخواستیم بحث خودمختاری یا خودگردانی استان سیستان و بلوچستان بود یعنی تمامی استانها باید توسط مردم خود و اون منطقه اداره بشن چرا؟ چون ما دیدیم از همون روز اول پاسدارا جهادیا با تفنگای جیس اون موقع جیسه بود جیس آمریکایی یعنی هنوز کراشینکوف آمده بود می اومدن چابهار و از همون موقع زورگویی رو شروع میکردن خب این مشخص بود که این خشت اول رو معمار کج نهاده و اینکه انسانها صبر کنن تا این دیوار به من میگفتن شما صبر کنید تازه انقلاب شده من وقتی میبینم که خشت اول رو کج نهادن تا سریا هم بره و دیوار کج خواهد رفت به همین دلیل مخالفت کردیم و تا به امروز هم ما میبینیم که جمهوری اسلامی همون سیاست دیوار کج رو با بلوچستان ادامه میده آها یعنی در واقع اون موقع دوبال خود مختاری بود الان مردم ولی به غیر از این مسائل آبادانی و مسائل معیشتی که بعضشون برای که صحبت به تفصیل کردیم در این زمینه چه, چه چیزی دیگر هنوز هم دنبال خود مختاری هستن مردم ببینید خود مختاری یا خودگردانی یا خودمدیریتی یا هر اسمی اسمشو بذاریم که بعضی از ممکنه حساسیت پیدا کنند. اینا مثل همه جای دیگر حق دارن که خودشون در سرنوشت استان خودشون در, در مدیریت استان خودشون نقش مهمی رو داشته باشن شما ببینید همین اخیرا شهرستان جدیدی به نام دشتیاریک در همون منطقه هوتگها و این گودالچه ها از تحسیز شد و یک بسیجی از مازندران اونجا اومد فرماندار شد چرا؟ چرا نباید یک نفر از خود همون مردم که تحصیل کرده های فراوانی در اونجا هست مسئولیت امر و به عنوان فرماندار به اه، عهده بگیره استاندارای ما همشون غیر بومی بودن چرا باید مردم سیستان و بلوچستان به خاطر بلوچ بودن و اهل سنت بودن حتی حتی لیاقت استاندار شدن در هیچ استان کشور حتی در استان خودشون را نشته باشن در نتیجه این مسئله لیاقت دارن ولی به شما حکومت لیاقت از نه از, از نظر حکومت میگم چرا اینا آره. لیاقت آره. آره. چون این بحث رو آقای وزیر کشور آره. من فکر کنم در دوره پیش در سنندج موقعی که استاندار جدیدی رو از جای دیگه آورده بودن ازش پرسیدن در همون موقع که شما چرا استاندار سنی یا کردن گ ما تمام ایران رو گشتیم ما تبعیض نمیکنیم تمام ایران رو گشتیم که یک استاندار یک فرد سنی که بتونه لیاقت استانداری رو داشته باشه پیدا کنیم پیدا نشد یعنی نشون میده که جمهوری اسلامی 42 سال اینقدر به بلوچ ها ظلم کرده از میخوام به تمام اهل سنت به بلوچ و کرد ظلم کرده که حتی یک نفر هم به این حد از رشد و بالندگی و به اصلا توانایی نرسیده که بتونه استاندار بشه خب ما همینی میگیم تبعیض قائل شدن بر علیه ما ظلم خود آقای وزیر کشور این رو گفته بود به همین دلیل من معتقدم که خود مختاری خودگردانی یا خیلی ها اه 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 من اه به اصلا در مورد مسئله فدرالیزم که اصولا ایران میتونه یک کشور فدرال به صورت کشور فدرال اداره بشه راه و روش های مختلفی هست ولی واقعیت اینه که من معتقدم که عدم تمرکز قدرت چون تمرکز قدرت فساد بیش از حد میاره و این رو در تمام حکومت های دیکتاتوری دیدیم از این نظر این عدم تمرکز در قالب های مختلف و هر قالبی باشه عقیده من لازمه هست برای کل ایران نه فقط استان سیستان و بلوچستان بسیار خیلی متشکرم دکتر عبدالستار دوشوکی از حضورتون در برنامه خیلی ممنون شما مرسی